پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پس محل وحی گردد گوش جان. وحی چه بود؟ گفتن از حس نهان. جان چه باشد جز خبر از آزمون؟ هر که اخبارش فزون جانش فزون. خود جهان جان سراسر آگهی است، خود جهان جان سراسر آگهی است، هر که بی جان است از دانش تهی است. به نام خدای رحمان و رحیم، با سلام خدمت سروران عزیز. خب در جلسات قبلمون در مورد مقدمه شعور و ضد شعور، قدرت کلام، شرک پنهان و ماجراهای از این قبیل صحبت‌های داشتیم و در مورد فلسفه وجودی ادیان، اینکه چرا پیشنهاداتی در قالب ادیان داده شده و به اصطلاح مراسم، مناسک، اینها در واقع به بشر پیشنهاد شدن، تجاربی داشتیم. در قالب یه نموداری من چند تا سوال مطرح میکنم. من اگر قلبمون به کسی ببخشم چی میمونه اون وقت از من؟ من اگر تمام محتویات جیبمون، حالا اتفاقا چیزی توش نیست، به یکی ببخشم، یعنی هر چی پول دارم بدم به یک کسی، برای من چی میمونه؟ هیچ. خب پس ببینید، به یک نموداری میرسیم. این نمودار من سعی میکنم چند تا مثال بزنیم تا در چیز خودش برسیم بهش. خب پس اگر ما روی این نمودار مسئله به اصطلاح اینقدر دارایی داشته باشیم، اینو بیایم ببخشیم، نتیجهش میشه چی؟ میشه صفر. حالا اگر که من علممو ببخشم چی؟ شما علم تو ببخشی. خب بس میام تو یه ساختارهای دیگه. شما وقتی که اینقدر واحد علم دارین، مثلا فرض کنید حالا اینا فرضی است، اینقدر واحد علمه، شما اینو میبخشید، این تبدیل میشه به اینقدر. یعنی علمو ببخشی، نمیگم خیلی چیز میشه، ولی به نظر میاد تجربه بشر نشون میده نه تنها کم نمیشه بلکه اضافه میشه. بله ببخشید من یادم میره. خب اگر اینقدر ما باید علم داشته باشیم ببخشیمش، یه چیزی هم اضافه تر میشه. خب اگر محبت رو ببخشیم چی؟ خب هم دیمونی ساختارها عوض میشه. حالا ما محبت وقتی ببخشیم، خب مثلا همینقدر محبت، همین سبزه میبخشیم، این دیگه خیلی بیشتر میشه. درست شد؟ اگر شعور بیایم ببخشیم، همون چیزی تجربه در هومیوپاتی هست و من مثال زدم دفعه قبل، شما یک قطره شعور عنصری رو به دست بیارین که ترتیبش هم توضیح دادم در هومیوپاتی چجوریه، بله؟ ترتیبش هم توضیح دادیم خدمتتون که در هومیوپاتی چطوری شعور یک عنصری به دست میاد. یک عنصری رو در 100 سی سی آب خالص در یک لوله آزمایش گذاشته میشه، بعد کامل به هم میخوره، از این یک سی سی توی یه لوله آزمایش دیگه که 100 سی سی آب داره مثلا، دوباره به هم میخوره، دوباره از این یک سی سی توی لوله آزمایش دیگه و همینطوری. خب تعداده هر بار چقدر دقیق تر شده؟ یک صدم یا 10^-2. به یه جایی میرسیم که با محاسبه طبق عدد آواگادرو دیگه ما از عنصری که اونجا وارد آب کردیم نمیتونیم یک مولکول سالم داشته باشیم.
نصف مولکول به نصف مولکول میرسیم، اونم غیر ممکنه، محاله. خب حالا عدد آوگادو 10 به توان منهای 23 دام یه 6 ممید میدام 2 سرم ذره 10 به توان فلان، یعنی با یه 10 15 با رقیق کردن میرسیم به جایی که دیگه نمیتونه از عنصر اولیه باشیم، یا آب هست اما ثابت شده که این حاوی شعور اون عنصر هست. یک قطره از این آبو که ما ورداریم، ترجمه کنید، یک قطره، با این یک قطره آب میتونیم یه دریاچه، خب توجه بفرمایید، یک قطره است در اصل در دیگه اصلا محدودیت نداره که با این شعور میتونیم خب هر چه دلمون بخواد زایش داشته باشیم. پس وقتی به موضوع شعور میرسیم، به اصطلاح یه قطره شعوره دیگه تا بی‌نهایت. پس در واقع ما به یه نموداری برمیخوریم که این نمودار اینطوری، اگر مادی باشه بدی دیگه نداره، میاد بالاتر بالاتر بالاتر، وقتی به شعور میرسه، وقتی هر چی ببخشی بیشتر میشه. درست شد یا نه؟ حالا وقتی که به یک جایی میرسیم که ساحت کماله، خب الیه راجعون او غایت کماله. الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی حرکت به سوی غایت کمال. کمال خب کمال دیگه وقتی اینجا بخشیده میشه، توجه فرمودین، دیگه در هر چه بیشتر اون دارایی بیشتر میشه. و تصور فیزیکی ما اینه که خدا مثلا ساعت مقدس خودش رو ببخشه برای خودش چیزی نمیمونه و خودش اینجا کاری نیست، توی این رابطه نمیگنجه، با همین مثالی که الان اینجا داریم میزنیم. و در واقع او این بحثی که داشتیم، من ثابت، من ثابت و من متحرک، و گفتیم یه چیزی ما رو جدا کرده، او از قبل پیام یا وعده خودشو داده، روح الله و علم آدم اسماء کلها اینا رو به ما داده قبل از حرکت. قبل از حرکت در واقع اون چیزها رو، وعده اون غایت کمال رو به ما داده، که حالا غایت کمال هم به نوعی معادل خودش هست، که این شما به این غایت کمال میرسید و اینو به ما داده. خب و اون غایت کمال، فقط ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ نمیتونیم فعلا استفاده بکنیم، چون هم جداییم هم سوادشو نداریم، نمیتونیم برونیم این عریکه رو، نمیتونیم برونیم، داریم میریم که اینو به حد لازم برسونیمش، بعد اینو بسوزونیم، بعد این دوتا ادغام بشه و اون چیزی در بیاد که صحبتش بوده. بحث شناور شدن، چون بحث ستایش رو با هم داشتیم به این صورت که گفتیم ما به یه باور میرسیم، بعد به ایمان میرسیم، به یقین میرسیم، و از اینجا به بعد که دیگه ما در خودمون نمی گنجیم و باید چیکار کنیم؟ باید عطر به بیرون پیدا کنیم. خب ما در یک مثال این قبلا هم زدیم، گفتیم که در مقابل یک طفل، یک طفل ما تا یک جایی خودمون رو خب نگه می‌داریم این حرفا، ولی از یه جایی به بعد دیگه نمیتونیم خودمون نگه داریم، عطر به بیرون پیدا می‌کنیم، می‌بریم لپشو می‌گیریم، می‌خوام بکشیمش، می‌خوام یه بچه رو بگیریم چیدش کنیم، یعنی هر جوری یه جوری مچالش کنیم،
استاد تعمیرش کنید. حالا خب یعنی بشکونش میگیریم، لپشو میکشیم، هم این کارا رو میکنیم. این بچه هم حتی بعض موقع به گریه هم میفته، حتی بعض موقع هم فکر میکنه که اینا مثل که چیزشون میشه، مثل این که، ولی ما نمیتونیم جلو خودمونو بگیریم و اینجا کشیدن لب اون بچه و مچاله کردنشون نمیدونم همین حرفا، اصلا اون بچه شاید خیلی هم دوست نداشت روش اینجوری ما بچلونیمش. خب اما چی نیاز داره؟ ما نیاز داریم. ما اونجا اگه نپریم لپشو رو نکشیم نمیتونیم، اصلا یه چیزی اونجا کم آوردیم کم میاریم و اون باعث عذاب ما میشه. خب از اینجا به بعد این میشه پرستش، میشه پرستشی که نهادینه است، نه پرستشی که تعبدی و زوری و یه به اصطلاح به این صورته. بنابراین پرستش همیشه از حالا من یکی دیگه بکشم که این بحث باور، بحث ایمان، بحث یقین و از اینجا به بعد این پرستش. خب این پرستشی که اینجا بهش رسیدیم دیگه دست ما نیست و قراره که در صلات انقدر ما به عظمت برسیم، یعنی یکی از اون چیزها که هست که گفتیم سبحان الله، تا بگی سبحان الله احساس شناوری دست میده. چند نفر اینو تجربه کردن؟ خب بحث تا بحث اصولا سبحان الله پیش میاد، یه احساس شناوری در یه عظمت، در اون به اصطلاح عظمت رب به اصطلاح پیش میاد و بعد از اونه که یک چیزی نهادینه آغاز میشه که اسمش پرستشه. پرستش درونی و نهادینه است و در غیر این صورت محل اشکال میشه اگه غیر از این باشه. یعنی اگه غیر از این فکر میکنیم که ما باید پرستش کنیم، یعنی اون نیازمنده، اون وقت اگه اون نیازمنده پرستش ما شد، محل کلی اشکالات و چیزه. در واقع ما داریم از این ور حرکت میکنیم، این تشریفات، این حالا مناسک، این مسائلی که در ادیان به ما توصیه شده برای غرق شدنه، برای شناور شدنه. یه دفعه اینه که اون شناور شدنه در واقع پیش آمد و از اونجا تازه مفاهیم اون چیزها ظاهر میشه و اون اصلا نیاز نداره که ما بگیم که حالا با معنی که میشه مثلا خداوند پاک و منزهه. خب هی هم باید تکرار کنیم خداوند پاک و منزه. اصلا اگر به این صورت نگاش کنیم محل اشکاله. مگر تصور پاک و منزه نبودن هم میره؟ خب این یک موضوع. موضوع دیگه، ما وقتی میگیم پاک و منزه داریم از واژه جهان تضاد استفاده میکنیم. خب اینجا میگیم پاک و منزه، اینجا میگیم ناپاک. این تعریف کجا اعتبار داره؟ اینجا اعتبار داره، اما خداوند متعلق به لا تزادی است. حالا انشاءالله در رابطه با لا تزاد اینا ارتباطاتی داریم، اونا را هم توش قرار میگیریم تا بهتر این موضوع رو درک بکنیم. وقتی او رو در لا تزادی پیداش کنیم، اصلا اینا مفاهیمش رو از دست میده و ما فراتر از اینها. من همیشه سالها قبل وقتی که معنای سبحان می اومد و معنای یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینو برای دوستان گفتم، همیشه من احساس شناوری داشتم، همیشه مفهوم شناوری می اومد. هر چی می‌خواستم که این معنی رو یا حالا معانی دیگری رو به اصطلاح بهش نزدیک بشم، دست بهم میدم نمیشه، اصلا نمیشد، هنوزم نمیشه. خب و من وقتی حالتم رو سالها قبل برای یکی از دوستانی که آشنایی‌هایی داشت و اطلاعات خوبی داشت، من وقتی تعریف کردم گفتم چرا اینطوریه، چرا من همیشه وقتی بحث سبحان پیش میاد این احساسمه، حالا این ارتباطش هم اینجوری توش قرار میگیرم و احساس
یک ادغام و شناوری میکنم. به شد مدتی گفت بذار به من مجال بده. بعد از این مدت تحقیق و اینا اومد گفت که سبه هم معنی شناوری هم میده. خب و حالا من دقیق یادم ولی گفت دقیقا حالا این چیزی بود، گفت سبه و اینها یک معنیش من تحقیق کردم معنی شناوری میده، شما احساس درسته. خب و در واقع اون چیزی که میخواد ما رو به اون مسائل حیرت بندازه، ما رو به اون وادی تعجب بکشونه، فقط یک چیزه، وقتی که ما در اون عظمتش شناور شدیم فقط میرسیم. حالا نهی با میگه خدا پاکه، خدا پاکه، خدا منزه، خدا پاکه، خدا پاکه. خب بس اصلا مگه تصور ناپاکی هم میره؟ اصلا تعریف ناپاکی و پاکی نسبت به اون یه خورده ای تعریف مثلا سطح پایینیه. حالا از درک شناوری، از درک این ماجرا و در اون قرار گرفتن، حسشو گرفتن، چی پیش میاد؟ این نردبان تکمیل میشه و با تکمیل شدنش ما اینجا به اون مرحله میرسیم که دیگه همون مسئله لبگیری. مولانا میگه یا منیر الخد یا روح البقا، ای سرخ گونه، ای گونه روشن، خود به اون میگه خب اجتذب روحی و جدلی باللقا، بیا و روح منو دریا به ابدیت پیوند بده. این دیگه دست خودش نیست، خب دست خودش نیست. و یک کسی که دیگه از قالب معنا جدا شده، قالب مفاهیم مادی جدا شده، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چار و قدوزم کنم شانه سرت، جدا شده، اینجا کنترل از دستش خارج میشه. خب کنترل از دستش دقیقا خارج شده و دیگه بله بله. خب حالا اینجا دیگه کنترل از دست خارج میشه و لذا هر چی گفته درست گفته. ضمن اینکه خب ما میدونیم با چیزای دیگه مولانا این چیزو گذرونده بوده و در واقع مولانا درک عدم رو، خب درک عدم رو داشته، ولی میبینید که چند پله اینجا پرده پایین و صحبت از سرخونه و یا نمیدونم گونه روشن و این حرفا رو رسیده بهش و داره راجع به خدا اینطوری صحبت میکنه. خب بنابراین حالا این مرد دوباره این سیکلی رو طی میکنه، دوباره بر میگرده و هر بار خب با یک مسئله بیشتری و با یک جریان بیشتری تا اونجایی که عیسی مسیح علیه السلام فرمود اگه به اندازه ارزن ایمان داشته باشین کوها رو میتونید تکون بدین. اون چه جوری است؟ اون وقتی است که این چرخه وقتی که به اصطلاح ایجاد میشه رزونانس داره، تشدید داره، در هر بار اینجا تشدید خواهیم داشت و به اصطلاح اهمیت پرستش اونجا تازه معلوم میشه. استاد اینجا شبکه منفی هم بیکار نشسته، اومده میگه که لا تزاد لا مکان. خب و چطور میگی عظیم؟ چطور میگی پاک؟ چطور میگی رحمان؟ خب ببینید الان همون بحثی که اشاره کردید دیروز هم تو جلسه، لا تزادی لا مکانی عدم، بله جانش قطبی، بله از این ور با تو نماز هم میگیم سبحان عظیم رحمان. تعجب بله توجه بفرمایید که شبکه منفی داره اذیت بکنه. متوجه شدم. نه ببینید من الان همین مثال الان زدیم، میبینی که مولانا از عدم میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا، اینجا خب اینجا داره میاد پایین میره بالا، اینقدر تو این چرخه بین بالا و پایین، بالا و پایین، بالا و پایین باید بگردیم و بگردیم و بگردیم تا تمام این مفاهیم به ادراک ناب تبدیل بشه. خب حالا میایم تو همون مسئله رحمان و به اصطلاح سبحان الله و سبحان ربی العظیم و نمیدونم این صحبت ها. حالا وقتی اینا برمیگردیم همین چرخه داره طی میشه،
و میگی صبحان شناور میشی، یعنی با یک چیز پایین، یک کلید از عالم پایین قفله باز میشه، شناور میشی دوباره باید بیاد پایین، دوباره، سه باره، ده باره، هزار باره. اما این چرخه اگر را بیفته، اگر اکتیو بشه، یک چرخه ایست که به اصطلاح آخر عاقبتش مثل در واقع یک واکنش هسته ایست. توی واکنش هسته ای دوتا اتم چیز نیستن که با هم بخون کار بسید، مینیموم باید نیم کیلو این ور نیم کیلو اون ور داشته باشیم تا اینا اول دوتا به هم بخورن، این دوتا دیگه چیز آزاد بکنن، بعد اونا بخورن به دوتا دیگه، این ور هم دوباره همینطور، این ور هم تو مینیموم دوتا نیم کیلو میخواییم. توجه شو توجه برمودین. این نیست که شما با دوتا مولکول مثلا فرض کنیم بگیم خب ما دوتا مولکول میدونم چیز رادیواکتیو داریم، خب حالا خیلی خوب، نه اینطور نیست، باید میگیم واکنش زنجیره‌ای. توجه میکنید؟ اینجا واکنش اون چیز در واقع هسته‌ای محتاج واکنش هسته‌ای است. حالا این واکنش هسته‌ای وقتی که کنترل نشده باشه میشه همون چیزی که اسمشو نیاریم، وقتی که کنترل میشه میشه اونه که میخوایمش، یعنی در واقع میخوایم ازش استفاده چیز داشته باشیم، این دوتا. خب بنابراین این ماجرا توی به اصطلاح قضیه کار ما میایم الان ما این چیز کنترل شده داریم، خب و حالا نای و نفسی و اینایی توش اصولا نیست، اگرم باشه تازه باشه کنترل شده است. اما اگر این خودش توی یه چرخه بیفته و واکنش زنجیره ایجاد بکنه، پایین بالا پایین بالا پایین بالا پایین بالا پایین بالا، بعد یه دفعه دیگه اصلا دیگه از دست خارج میشه و در واقع اون موقع است که اون عظمت نهایتا درک میشه. در غیر این صورت ما الان داریم یک اپسیلون میپریم بالا، خب حالا تازه مثلا فرض کنید با همین چیزایی که داریم یه اپسیلون میپریم بالا، یه ذره از اون عظمت درک میشه، دور برمیگردیم سر جای خودمون. تازه تو همین یک اپسیلون بالا و پایینه، تازه به قولی فراموش ما شبکه منفی میاد، نمیدونم چی میشه، هزار جور به اصطلاح وسوسه و فلان و همه این ماجراها رو، هزار جور اطلاعات گمراه کننده در مسیرمون قرار میگیره. استاد یه بار من سرک کشتم دوره چهار به اون جایگاه دید شما، بعد از شما سوال کردم که آزار نمیبینید؟ زجر نداره؟ گفتید دیگه نداره. ولی الان تازه معلومه زجر داره میاد، یعنی وقتی میاد یه همچین احساسی رو داریم پشت سرش میگیم خب ببخشید ما فلانجا خطا، فلانجا غلط، فلانجا اشتباه، فلانجا تندی، فلانجا، و به نوعی احساس بکنیم اون توانایی رو نداریم. حالا نمیدونم توجه بفرمایید، بحث تزکیه رفتاری، بحث تزکیه تششعاتی و بحث آگاهی، اینها مسائل مختلفی است، اینا مسائل مختلفی است. قضیه مهم برای بشر آگاهی است. قضیه مهم برای بشر آگاهی است و اینها زمانبره، بقیه چیزا زمان میخواد. این نیست که ما فکر کنیم که امروز در اگرتوال قرار گرفتیم دیگه ما بیرون تزکیه تششعاتی، تزکیه رفتاری دیگه مو نمیزنه، همه چی درسته، همه چی. مشکل ما در وهله اول اینه که اصلا حیران هستیم که روز زمین چی کار داریم. هنوز ما نتونستیم، در واقع بشر نتونسته به خودش بگه که من روز زمین چی کار دارم.
و توضیح دادیم تمام مشکلات ما به این واسطه است که نمیدونیم رو زمین چی کار داریم. اگه آدم کشی هست، اگه جنگ هست، اگه هزاران مشکل و مصیبت دیگه هست، به خاطر اینکه هنوز ما نمیدونیم روی زمین چی کار داریم. این مشکلمونه، چون نمیدونیم به صورت تنازع بقا بهش نگاه میکنیم. خب حالا ما رو زمینیم، زمینم جنگله، تنازع بقا، بکش تا زنده بمانی و بقیه از اون مسئله. بنابراین اون چیزی رو که ما نیاز داریم بحث قدم به قدم باید توش مثلا حرکت کرد. حالا منظورم این قدم به قدم این نیست که مثلا 500 سال طول میکشه ها، منظورم ممکنه برای یه نفر 3 سال طول بکشه، برای یه نفر 1 هفته طول بکشه، برای یه نفرم 10 سال طول بکشه، نمیدونیم. ولی موضوع اینجاست که ما یه جورایی بیم نزدیک بشیم، یه جورایی تضادهامون حل کنیم. واقعیت اینه که حالا هدف ما در این دوره که وارد بحث ادیان شدیم، بحث این قضیه تضادی است که اصولا بشر ممکنه با دین، پیدایش دین، چرا، خب عمده چجوری نگاه میکنن به مناسک و اینا؟ عمده نگاه میکنن که خدا گفته این کارو بگو تا من خوشم بیاد. اما چرا خوشم بیاد؟ دقت میکنید؟ اینجوری ما نگاه کردیم که گفته این کارو انجام بده تا من خوشم بیاد، نبرم جهنم، ببرم بهشت. یعنی ما همه چیز رو با ملاک جهنم و بهشت بهش نگاه کردیم و عمده کارها ممکنه برای این بوده باشه که خب من این کار رو انجام بدم که نرم جهنم، در حالی که میرم جهنم، خب من باید برم جهنم. خب بنابراین این مسائل از اینجاها باید شروع کنیم. خب شروع کنیم از تضادمون با خدا، در واقع شروع کردیم از حل تضادمون با هستی و با خودمون. اینها تقریبا به موازات مختلف داره میاد جلو و یکی از این مسائل اینه و تصور بشر اینه که خداوند ادیان رو داده که انسان رو متوجه خودش بکنه و اونام پرستش کنن، اونام خوشش بیاد، در حالی که ما میخوایم تضاد، یعنی میخوایم حل تضاد کنیم، میخوایم بگیم که نه، اینها که پیشنهاد شده برای بشر در واقع یک راههایی رو باز میکرده تا اونها بیان به اصطلاح درک اون ماجراهای، حالا بگیم ماورایی، بگیم میدونم چیزایی که دنبالش هستیم، رو بحث فهم خلقت و سایر مفاهیم در واقع هدایت کردن و از این رهگذر ما بتونیم تضادمون رو به اصطلاح کاهش بدیم یا حلش کنیم و بعدم از توش یه چیزایی هم پیدا بکنیم، همون چیزایی که به یه نوعی الان داریم صحبت میکنیم و در واقع دنبالش هم هستیم. و بعد موضوع چیزایی رو هم که پیدا میکنیم، یکیش رمز خاک و آتش، همین بحث شعور ضد شعور که حالا تازه یواش یواش داریم میریم توش. خب همین این مسئله اینه که رمز خاک و آتش اینه که خاک میتونه آتش رو خاموش کنه. چجوری میتونه خاموش کنه؟ خب تا در به اصطلاح باطن این ماجرا حرکت نکنیم، نمیتونیم اون رمزها رو در واقع دونه 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 متوجه بشیم و قضیهش رو در بیاریم بیرون. خب که حالا به هر حال داریم مقدماتی رو میچینیم تا بتونیم اون حرفای اصلی رو چیکار کنیم، بیایم بزنیم با هم دیگه. استاد یه سوال دیگه هم مونده، البته ببخشید اگر نخواستین جواب ندین. کثرت در وحدت، وحدت در کثرت. بله برادر، هر دو عالم سایه توست، بهشت و دوزخ از پیرایه توست. توی از روی ذات سایه شاه، شه از روی صفات سایه تو. و دو بخشی هستیم که سایه همدیگه هستیم به عبارتی. در بالا وحدت میبینیم، کثرتی که میره جمع میشه به وحدت،
و یا بوده اومده پایین شده کسرت و در پایین وحدت در کسرت، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک فروغ رخ وحدته، حالا در جام که افتاده خب این همه عکس می و نقش مخالف ظاهر شده. از خب یک بار از بحث توضیحه، خب توضیح میگیم، خب ما توی این ادراکات، توی این دریافتات، توی این طرز تفکر خودمون یه هم چیزی رو ده، هم بعدم میریم تطابق میدیم، میریم که همه عرفا هم همین رو همینه دیگه. بعدم حالا انشالله با متون مذهبی علی خصوص قرآن هم انطباق میدیم، حالا دوستانمون انشالله به صلاح این زحمت ها رو خواهند کشید، ببینیم که انطباق هم داره یا انطباق نداره. این از این نظر. اما یک موقع است، نه شما سوالتون مبنی برای اینکه این اشکال داره، اگه اینجوری باشه مثلا یه اشکالی پیش میاد، آیا اشکالی پیش میاد یا نه، یا بحث باز کردن موضوع، بحث باز کردن موضوع اینه که این قضیه ما بین یک وحدت و یک کسرت که کسرت میره بالا به وحدت تبدیل بشه، یا وحدتی از بالا اومده پایین به کسرت تبدیل شده، خب و این ماجرا و این چرخه بر مبنای وحدت و کسرت قرار داره. توجه بفرمایید که حالا فرض کنید که تو همین بحث پرستش الان ما رسیدیم، یعنی دو جور پرستش داریم، یه پرستش زوری و تعبدی و این حرف هاست که خب با هم به نظر رسیدیم که اشکال داره، یعنی من فکر میکنم که باید پرستش کنم که از غضب خداوند چی بشم؟ بله. این یک چیزه که خب از نظر ما چی شد؟ رفت کنار. یک پرستشی که توی این چرخه من میرسم و نهادینه است، حالا رسیدم بهش و گفتم یا منیر الخط یا روح البقا، این تازه اول یک ماجرای دیگری است. اول اینه که من برم در یک عظمتی تازه غرق بشم، حالا تو اون عظمت چی میخوام پیدا کنم میشه مراحل بعدی. دقت میفرمایید، میشه مراحل بعدی که حالا شما اولا قطعا آسمان هفتم نیست، چون هنوز کار داره، این تازه یک مرحله گذری از این ماجراست، پس قطعا آسمان هفتم نیست، میشه زیر اون. حالا دیگه بعدش فعلا با هم چیز نکنیم که آسمان چهارم و پنجم، مسئله نیست، همون درسته و حالا تا یک زمانی به اصطلاح راجع به آسمان ها صحبت کنیم که البته مشکل اونم حل نمیکنه، چون ما باید مقدمه کارمون رو درست کنیم، تا مقدمه کار ما درست نشه شما فرض کنید آسمان پنجم اینه، آسمان ششم هم اونه، ما را چه حاصل؟ ما هر وقت کوله بار رو بستیم بودیدم نه حرکت کردیم اونا، میگیم خب نقشه رو بیار ببینیم اولین مثلا چیز چی، مثلا ممکنه اونجا لزوم بده، ولی وقتی که در واقع ما هنوز به اصطلاح اون حرکت های اساسی رو انجام ندادیم، ما تا اینجا شناختیم که مثلا فرض کنید هوشمندی چیه، نمیدونم این قضایا چجوریه، یک راه شسته، یک راه نمیدونم خاکی، یه راه چیز، این چه ماشینه میخواد، اون چی میخواد، این چه حلقه ایه، اون چیه، فلانه، یعنی داریم چیکار میکنیم، یه جورایی داریم شناسایی میکنیم، شناسایی امکاناتمون، ماشینمون، وسیلمون چه قابلیتی داره. من با این ماشینی که دارم میتونم برم یه جاده سنگلاخی رو برم یا نه، یا باید حتما راه شسه بلان خب پس در واقع من کیم؟ خب اگه توجه کرده باشین یه مقدمه از من کیم، ماشینم چیه، این چیه، در واقع همش اینجوری بوده، توجه کردین یا نه؟ خب تازه این دوره گفتیم که خب یه نگاه دورنمایی مثلا به یک چیزایی مثلا داشته باشیم، یعنی تا اینجا ما همش چیکار کردیم، همش داشتیم
به یک شناسایی هایی مبادرت میورزیدیم، یه چیزایی رو بدونیم چیه، اصلا هوشمندی هست نیست، نمیدونم ویروس غیر ارگانیک چیه، این وسط چه عوامل مزاحمه، چه غذایایی داریم، چه مسائلی اصلا خودمون داریم، مثل حالا بحث کنترل ذهن، بحث دام دشارجمون، بحث خب به این انسان گذشته، درست شد؟ خب حالا از حالا بعد بیایم و این ماجره ها رو در واقع داریم تعریف های کلی میکنیم. اصلا پرستش چیه؟ خب تعریف پرستش چیه؟ تعریف جهنم چیه؟ تعریف بهشت چیه؟ تعریف فلان چیه؟ اینا در واقع ترمینولوژی بوده، منتها ترمینولوژی عملی، خب ترمینولوژی که یک مقداری هم توش ما چیز عملی داشتیم که تازه زبان همدیگر رو باش آشنا بشیم، با فرهنگ لغات همدیگه آشنا بشیم. الان تا یه چیزی بگیم، خب توی این چند دوره ها با هم صحبت شد داشتیم، یه با فرهنگ لغتش آشنا هستیم، درست شد یا نه؟ اما در خصوص مورد بعدی، در خصوص مورد بعدی ما باید یک راه یا روش تحقیق بذاریم. ما یک روش تحقیق رو باید بین خودمون قرارداد بکنیم. توجه بفرمایید که من سعی میکنم اینجا منظورم رو بیان کنم. خب مثلا وقتی در روش تحقیق ما اومدیم من دون الله رو، غیر از خدا رو، خب باید غیر از خدا رو اول ما اصلا تعریف کنیم یا نباید بکنیم، درسته یا نه؟ حالا دو تا راه داریم، یه بار غیر از خدا رو تعریف میکنیم، یه بار میریم یه کسی رو قبول داریم، مثلا حضرت سلیمان، اونو تعریف میکنیم، بعد از روی اون تعریف اون میخوایم به این برسیم، یه بار از این ور میخوایم به اون ور برسیم، کدوم درست تره؟ کدوم؟ ما تو روش تحقیق اول ما باید درس رو تعریف کنیم، اصلا من دون الله یعنی چی؟ اصلا غیر از خدا یعنی چی؟ درسته یا نه؟ از اون ور این ور رو درست نیست نتیجه بگیریم، مثلا ما نتیجه بگیریم چون عطار فلان میکرده پس دیگه من دون الله تعریفش اینه، چون نمیدونم فلان کس این کار رو میکرده حالا ما قبولش داریم، بنابراین تعریف من دون الله میشه این، کدوم درسته؟ ما خب همون دیگه، پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما روش تحقیق گذاشتیم. خب من دون الله چیست؟ غیر از خدا چیست؟ امروز در ما در این دوره بحث مهمی داشتیم، من نمیدونم دوستان چقدر به این مطلب توجه کردن، پایه و اساس شعور و ضد شعور، منم تاکید نمی کنم. خب بحث اینه که دیدیم که نگاه ما به هر چیزی، اگر ما به اون چیز به عنوان جلوه الهی نگاه نکنیم، مشکل سازه، تششع منفی سوار میکنه. شما اینو دقت کردین که در دو صحبت کردیم، حالا ما روی این با این کار داریم، یعنی نگاه ما به هر چیزی، حتی فرزند خودمون، حتی هر چیزی اگر نگاه کردیم، نگاه تحسین‌آمیز داشتیم و به اون به عنوان جلوه الهی نگاه نکردیم، میشه تحسین من دون الله. خب تحسین من دون الله، بعد گفتیم الحمد لله، هر جایی نشانی از حمد باشه، نشانی از ستایشی باشه، نشانی از تمجید باشه، تعریف باشه، مختص کیست؟ مختص اوست، انحصاراً مال اوست. خب اما ما یکی از بزرگترین مشکلات بشر میدونید از کجاست؟ از همین جاست، جذب میشه و جذبی که
در اون تجلی الهی رو نمیبینه، ولی وقتی تجلی الهی رو دید، شمس من و خدای من. خب اگه در شمس تجلی الهی رو دید، اون وقت شرکی نیست. ولی اگر ندید مشکل ساز میشه و مشکل سازه. خب حالا ما با این ظرافت، با این ظرافت توجه میفرمایید، با این ظرافت حالا هنوز ما نتونستیم الحمدلله رو، حالا تازه بازم باید باش کار کنیم و بحث شعور و ضد شعور رو و بحث اینها رو از همینجا حالا تازه بحث داریم و ببینیم که چقدر موضوع انقدر عجیب غریب و باور نکردنیست. من دارم یواش یواش دارم میگم، با وجود که شما ذهنتون الان آماده است، ولی هنوز من نمیتونم الحمدلله رو حرف آخر رو بزنم. خب هنوز یعنی حرف آخر رو با هم بزنیم، انقدر این موضوع باور نکردنیست. یه شعر میگی، اگر در اون شعری که میگی، در اون شعری که گفته میشه در واقع تجلی الهی دیده نشه، ضد شعورش منفی میشه، بلافاصله ضد شعورش میشه شبکه منفی. انا مدینتون علم و علیون بابها، من شهر علمم و علی بابشه. ملاک این قضیه که اینجا پیش میاد که اول اون شهر علم است و بعد اینم دره، پس ملاک میخواد. قبل از اینه که به اصطلاح ما به این قضیه برسیم، یک مطالبی برامون چیکار چی شده با اون ملاک ها، مون رفتیم سنگ معکو زدیم، اصلا قبول کردیم که به اصطلاح این شهر علم وجود داره و بعد اومدیم وارد مقطع بعدی شدیم. خب قبل از همه اینها موحد بودن، نمیدونم اون چیزای لازمه که حالا میخوام راجع به صحبت بکنیم، قبلش تعریف کردیم و سنگ محض زدیم، دیدیم در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چی داره؟ مصداق داره، درسته یا نه؟ این کارو کردیم یا نکردیم؟ یعنی در واقع یک فاکتورها و ملاکهای قبلش وجود داره. قبلش باید من دون الله، قبلش اصلا تعریف غیر خدا شده باشه. خب و بعد ما میبینیم که وقتی میخوایم اینو تعریف بکنیم، برمیخوریم به اینی که یاک نستعین فاستقیمو الی. خب یعنی به یک چیزایی برمیخوریم که ما رو در تعریف من دون الله چیکار میکنه؟ راهنمایی میکنه. بعد که همه این چیزها رو انجام دادیم، اینها میبینیم که در این در مورد چه کسانی صدق میکنه، در مورد چه کسانی صدق میکنه، چه کسانی گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، چه کسانی چی بوده. بعدها ما به افراد میرسیم، بعدها ما وقتی این به اصطلاح دروس، وقتی با دروس مثلا قرآن برخورد کردیم، میایم نمیدونم پیامبر رو قبول میکنیم و بعد نمیدونم امیرالمومنین علیه السلام رو قبول میکنیم. قبلش که نکردیم که. خب حالا این مسئله رو ما میام تعریف میکنیم غیر از خدا، پس ما یه اصل بیشتر، مگه بیشتر داریم؟ اگه بیشتر داریم بفرمایید. ما یه اصل داریم که یاک نستعین، یعنی قانونه، درست شد یا نه؟ پس ما مجاز، خب پس ما مجاز نیستیم که در واقع بیایم از غیر از او چیکار بکنیم، تبعیتی داشته باشیم. این میشه درسه. اگر داشته باشیم میشه چی؟ میشه غیر از خدا، بدون هیچ تعارف، بدون هیچ نوع چیزی. من غیر از اینه، مگه کسی میتونه بیاد نقض بکنه این به اصطلاح تعریف رو؟ کسی نمیتونه دیگه. بنابراین شوخی و تعارف و رودرواسی و این حرفا رو نداره. یک کلمه. خب بعد از اینه که یه سنگ محک پیدا میکنیم، این سنگ محک رو میزنیم، هر جا جواب گرفتیم، دیدیم که اجتناب از من دون الله بوده، میگیم درسته. هر جا دیدیم که اجتناب از من دون الله نبوده، چیه؟ نبوده دیگه. خب
حالا شاید اطلاعات ما درست نباشه، شاید اون روایت غلط باشه، شاید اینا جداست، اینا بعضی جداست. خب بنابراین ما میایم توی این ماجرا از اینجاست که با سنگ محکی داریم میریم جلو، از اینجاست که خیلی ماجراهای دیگه به اصطلاح تعریف میشه. جلال خود، جلال او. کجا میخوایم خودمون رو جلال بدیم؟ کجا میخوایم او رو جلال بدیم؟ عرفان کمال، عرفان قدرت. آیا رو دروسی باید داشته باشیم؟ یه جایی که معلومه مشخصه که این جلال خوده، خود را بزرگ کردنه، خود را عرضه کردنه، خود را به رخ کشیدنه، خود را مطرح کردنه، خب دیگه رو دروسی نداره، دیگه مسئله نداره، درسته؟ پس حالا ما یه سنگ محکی پیدا کردیم و میریم میگن که نمیدونم فلان کس فلان به ما بسیار میبینیم که خب این کارش تو قدرت بوده، تعارف نداریم، خب این کارش تو کمال بوده، این کارش تو قدرت بوده و ما میدونیم یا تجربه کردیم که در یه جایی کمال و قدرت با همه، هنوز افراد زبده نیستند، هنوز اطلاعات ندارن، کمال و قدرت اول را معمولا با همه، یعنی این میده اون میده، این میده اون میده، این میده اون میده، فردم آگاه نیست و اینها رو به حساب کرامات میذاره تا یه جایی آگاهی براش بیاد که کدوم به دردش میخوره، کدوم نمیخوره، کدوم جلال خوده، کدوم جلال الهی است، کدوم، و اینها رو بتونه از همدیگه تفکیک بکنه. و ما تو این داستان ها و تو این روایات در مورد مثلا عرفامون نمیدونیم که تا کجاش در واقع نمیدونسته، تا کجا قاطی بوده، از کجا خالص شده. خب ولی تأثیر تو مسئله ما نداره، ما راهمون مشخص شده و برای اینه که نمیدونم چیزی توجیه بشه نمیریم بگیم که خب فلان کس مثلا فلان کرده و مان کرده، حالا پس ما میتونیم اون کارو بکنیم. نه، ما چون تعریف من دون الله برامون مشخص شده طبق اصول، بنابراین سعیمون این هست که اون اجتناب رو داشته باشیم، اون مسئله رو داشته باشیم. این قضیه است در واقع. حالا در مورد به ما البته قبلا هم این بحث رو داشتیم در مورد حضرت سلیمان، در مورد حضرت خضر، حضرت یوسف، یونس و اینها، انشاءالله باید تحقیقات دامنداری از زبان خود قرآن هم داشته باشیم، ببینیم که آیا به اصطلاح در اونجا نظر، آیا به اصطلاح صحیح کامل گذاشته شده، آیا قبول شده؟ آیا عرفان قدرت مورد قبوله؟ اگه شده خب حالا ما هم پس باید استفاده کنیم، پس ما فقط فهمیدیم، ما بی خود خودمون رو محروم کردیم. بنابراین یک مسئله از ما از عمل افراد نمیتونیم به درس، یک جا درس رو میگیم بعد میگیم اینم الگوشه، خب الگوی ما میگیم این درسه موحد بودن، خب لا اله الا الله، یه جا میام میگیم که بیا الگوشم مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله است، این درسش، اونم الگوش، این درسش، اونم الگوش مثلا امیرالمومنین علیه السلام. خب ما از نهج البلاغه چی یاد گرفتیم؟ خب بریم نگاه بکنیم میبینیم که همه درسایی که در حالا من خودم سوادشو ندارم، حالا فکر کنیم ولی یه چهار کلمه که چهار تا دوستان رفتن آوردن، اینا همه در واقع همه حرفا زده شده، خب همه حرفا زده شده، ما اینو گفتیم راجع به عدم فلان مثال. یکی از دوستان یه روز نهج البلاغه آورد گفت که صحبتی که شما میکنید که خدا غیر قابل توصیف و عدم اینا، اون اول خطبه چیز اینا نوشته به نام خداوندی که غیر قابل توصیفه، غیر قابل فهم شد. توجه میفرمایید چی میخوام بگم؟ یه جا درس رو میگیم الگوش هم میاریم، میگیم ببین این درس، اینم الگوش، و در واقع بحث ولایت پیش میاد، بحثی پیش میاد که درس بحث کتاب و اطرت،
بحث اینه که بیا این کتاب اینم الگوش. فکر نکنیم که مطالب به اصطلاح صرفا ذهنی است، صرفا تئوری است. این کتاب اینم اطلاعات، این کتاب اینم الگو. خب این کنار هم اینجا موند به یادگار تا این دوتا مکمل هم بیاد جلو، ما بدونیم اون چه که گفته شده جنبه عملی هم داشته و تئوری و عمل در کنار هم دیگه اومده جلو، تموم شده، تثبیت شده، رفته پی کارش. خب بنابراین حالا دیگه انشاءالله در آینده ما باید این تعریف ها رو، این ترمینولوژی رو دقیق در بیاریم بیرون. یعنی کاری نداره، من فکر کنم که ما حدود 110 تا آیه در بحث اجتناب از من دون الله داشته باشیم. من فکر میکنم که ما اینا رو کنار هم بچینیم تعریفش معلوم میشه، بعد میشه سنگ محک. حالا با اون سنگ محک باید بیایم ببینیم که نمیدونم این و اون و نمیدونم همینه که اسپردیم مثلا کداش این بوده کداش اون بوده و خالص و ناخالص قضیه چی بود. بله ببینید، یک مسئله که هست اینه که هر نسلی لازمه یک بار مرور کنه، لازمه یک بار تجدید نظر کنه، ببینه که این امانتی که دستش داده میشه خب درست یا درست نیست. مثلا یه تحویلدار بانک، یک مثلا فرض کنید مسئول انبار مهمات، یک نمیدونم حالا همین کشیک، این اسلحه‌اشو به اون تحویل میده، اون یک بار باید کامل همه رو چیکار کنه، خب تمام به اصطلاح خشاب و غیره و فشنگا و همه رو یک بار باید بازبینی کنه. تحویلدار بانک پول رو تحویل اون میده، اون یک بار باید چیکار کنه، تحویل بگیره، همه چک بکنه. ما چک کردیم، ما هم دو دیمی رسیده. البته این یه بحثی داره که اصولا همه وارثن. خب اعتقاد اولیه ما ارثه، ارثه، و ما چشونو بلند باز کردیم دیدیم که در این خانواده هستیم. من خودم شیعه اثنا عشری است. خب گفتیم که چه خبر اینجا، گفتن که بله اینه امام اولته، این امام دومته، تو این هستی، اون هستی، اینه، باید این کار رو کنی، اون کار رو کنی. حالا اگه من در اسرائیل متولد می شدم چی می شد؟ اگه در آفریقا متولد می شدم، اگه در تبت متولد می شدم، چشم باز بگم می گودم بله بلان بمان بیساره، این دلال لاما اینجوریه، اون اینا بمان این بلان این بیساره. خب حالا این که ما در اینجا و توی این قضیه وارث شدیم، خب وارث شدیم، این چه چیزی برای ما داره؟ خب ما وارثیم، اگه خوب انتخاب کردیم خب هنر پدر و مادرمون بوده، به ما چه مربوطه؟ اگه بد انتخاب کردیم باز مشکل اونا بوده، باز ما چه؟ ببینید ما وارث هستیم، اما اون چیزی که سلاحی که به ما تحویل داده شده یک بار باید بازبینی بشه تا تازه بشه اعتقاد خود ما. این اعتقاد ما نیست، ارسیست، این بخشش ارسیست. حالا بعد از این ما باید بررسی کنیم ببینیم که خب چی بهمون ارث رسیده، مسائل چجوریه و قضایا، چارچوباش، مسائلش، که به اصطلاح بشه اعتقاد شخصی، این اعتقاد اولیه ما تبدیل بشه به اعتقاد شخصی. یعنی من بیام بگم بابا این اعتقاد منه، اعتقاد خودمه، نه اعتقاد بابا مامانمه. الان به اصطلاح در کثیری از این 7 میلیارد نفر خب خودشون نمیدونن چرا این مسلکشون هست و این قضیه هست. خب و توی بحث شناخت ترفندهای شیطان، حالا اینو میگیم از بحثمون خورده دور میشه، یکی از ترفندهای شیطان تو همین مسئله است. خب بلا فاصله اولین چیزی که به ما میده یک غرور اولیه میده، غرور مذهبی اولیه به 7 میلیارد نفر.
خب میاد در گوش من میگه که میدونی چیه؟ تو آقای دنیا اینو میدونی؟ میره در گوش اون یکی میگه میدونی چیه؟ تو آقای دنیای بقیه ول معتلن. خب تویی که نمیدونم چی، خب سیک هستی، تویی که نمیدونم چی هستی، تویی که نمیدونم برهمایی هستی، تویی که نمیدونم همینجوری چیه. تو گوش اون میره میگه که تو آقای دنیایی، این بقیه همشون ول معتلن، فقط تو رستگاری، این بقیه همه میدونی چیه. خب تو گوش من، تو گوش اون، تو گوش اون غرور اولیه رو، غرور مذهبی اولیه رو میگه. خب همون چیزی که شیطان، چی شیطان رو ساقطش کرد؟ غرور. اولین چیزی که به ما میده، خب اولین چیزی که به ما میده غروره. بعد هم ما اینجوری راه میریم و بعد که بله من رستگارم و این بقیه 7 میلیارد بدبختا بیچارا، نه اینا آفره. خب منم که حالا هیچ هم سوال نمی کنم آقا چی شده که من فقط ارث این و این یه شانس، یه اتفاق و خیلی من مسائل دیگه. خب بعد از اونجا به بعد میاد میگه که ببین تو آقای دنیا هستی، قیافت باید با همه دنیا فرق کنه، اصلا تو رو از 10 کیلومتری ببینن باید ببینن که تو آقای دنیایی. خب چه باید بشه؟ دبینه که یارو شده سیک، سیز یا انجا بسته، اونو گذاشته، این شده، این یکی شده نمیدونم چی، این یکی کلش رو عطر تراشته، یه لباس نارنجی کرده تنش که مثلا از 10 کیلومتری دیدن مثلا بدونن اینه که آقای دنیاست. و خلاصه اون یه چیزی چپوندن کلش، اینو یک جورش کردن، اونو یک قیافش کردن، اینو خلاصه. بعد 7 میلیارد نفر رو شنیدی میگن که سرشو میداشت آینه میده دستش. خب ضرب مسئله 7 میلیارد نفر رو اینو شکلش اونجوری میکنه، اونو قیافش اینجوری میکنه، اونو اینجوری از این خاخاما و اینا و از اینجا اونجوری بافته شده، اونا اومده تا اینجا و یه چیزی اینجوری گذاشته کلشو. بعد رفته اون کنار وازداده اینجوری داره به 7 میلیارد انسان میخنده. گوش میدی اینجوری کلشو، من کلشو چند بار دیدم اتفاقا. خب کلشو اینجوری کرده و داره به هفت میلیارد داره میخنده که من همه اینا رو سر کار گذاشتم، همه اینا یه خدا دارن، همه اینا با یه هوشمندی سر و کار دارن، همه اینا یک ماجرا رو دنبال میکنن، ولی من تونستم گروه 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 در بینشون کثرت ایجاد بکنم. حالا ماجرا به اینجا خط پیدا نمیکنه. خب بحث بعدی اینه که قیافه مشخص بشه. دوباره قیافه مشخص هم یه غرور میاره، یعنی طرف که داره با اون لباس نارنجی داره میره و کلشو از ته تراشیده، نه در یه غروریه که اصلا، و یک نگاه عاقلا در صفیه به دیگران میکنه و همچین تو دلش چیز میکنه که این بدبخت ها همه دارن میرن جهنم، فقط منم که دارم میرم به بهشت. این بحث های چیزای بعدی. بعد حالا تازه اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. خیلی خوب میاد اینجا، میریم بین یه گروهی که همه یه شکل و یه قیافه و خودشون رو به یه شکل قیافه واحد در آوردن. بعد میبینیم که یه چش دیدن اون نداره، اون چش اینه، این میگه من درست میگم، اون میگه نفر، اون میگه در، اون میگه در، یه در بینه که خب ماجرای اینه که توی یک گروه، در یک گروه هر که دیگه حرفا مشترکه دیگه. مثلا فرض کنیم ما شیعه هستیم، شیعه اثنا عشری هستیم، خب 10 نفرمون دور هم جمع شه، ها این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، یه چیز میگه، و دو تا در انتها میبینیم که این بین این 10 نفر هم به یه شکل دیگه، خب به یه شکل دیگه، اینی که من درست میگم، خب دوباره انا خیر و منهون، یعنی هر چی میاد اینجا همینجوری انا خیر و منهون هی در قالب های متعددی و قالب‌های مختلف یه تکرار میشه، همش انا خیر و منهوه، لباسه اینو میگه، حرفه اینو میگه، نمیدونم چیه اونو میگه، همش اینو میگه، انا خیر و من از او بهترم، من از او بهترم، من از او بهترم. حالا میاد اینکه دوباره اینجا
بعد دوباره دور میزنه میاد میگه که نه، حرف من تعریف من درسته. میاد سر تعریف و تعبیر و تعویل و تفسیر و اینها که نه من درست میگم، اون اصلا ولش کن، اصلا بی خود میگه، هر چی میگه بی خود میگه. و همینطوری این میاد تا آخر، بعد میگه که به اینجا که میرسه همجوری هی خطرناکتر میشه. وقتی به تعبیر و تعریف و اینا میرسه، بعد میگه که نه، ریختن خون اون مباهه. چرا؟ خب این اصلا داره بد جوری میاد، حالا در گوش میگه ها، میگه ببین یه چیزی بهت بگم، اینه که این داره میره، حق در خطره، تو باید حق رو نجات بدی. حالا کی میگه؟ اون میگه. خب میاد در گوش میگه که حق در خطره، در گوش ابن مرجم مثلا، در گوش ابن مرجم میگه حق در خطره، تو باید حق رو نجات بدی. خب بجم، شمشیر رو تیز کن، بلا بمان، جلوشو بگیر، خفش کن، بلان کن، خونش مباهه و و و و و بلا. بعد میگه که تو هند این اونو داره میکشه، الان سیکا حمله میکنن به اونا، اونا حمله میکنن اونا، هی از اینا کشته میشه، از اونا کشته میشه، شیعه سنی چقدر کشتیم، چقدر کشته شدن، درسته، چقدر در گوشه دنیا جنگ‌های صلیبی، مسائل مختلف، غذای مختلف در همه جای دنیا که تاریخ و آمارشو خودتون بهتر میدونید. بعد میاد میگه که خب به نام حق در مقابل، به نام حق در مقابل حق، ابن ملجم ها رو درست میکنه، حالا یهوده ها رو درست میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، خلاصه کلام خودمون خودمونو، خب خودمون پای همدیگر رو گرفتیم، من جلو اونو گرفتم، اون جلو اونو گرفته، اون چی شده این، و اون هم همینجوری سر در گریبان اینا داره به اصطلاح به ریشمون داره میخنده. خب و ما نمیدونیم چه خبره، فقط تو دلمون خوشحالیم که ظاهرا داریم در راه خدا قدم میزنیم، فردا یقمون رو میگیرن، بعد ببینیم که ما نه تنها در راه خدا نبودیم، بلکه دقیقاً زیر علم او بودیم. همون غرور مذهبی، همون غرور با خدا بودن، همون غرور فهمیدن، همون غرور، همش میبینید که اینا سرچشمه و محور اصلیش همون غرور و انخیر و منون. به هر صورت رمز خاک و آتش و شناخت ترفندهای شیطان که اون شعور و ضد شعور یکی از چیزهای خیلی مهم و کلیدیش هست، و یه سری چیزهای دیگه مثل همین ماجرا، خب که ما را به سمت تفکر اشتراکی انسان سوق میده، یک ماجراهای دیگه، اینها در واقع ترفندهای شیطان رو روز به روز، خب به اصطلاح کارایش رو کمتر و خلاصه دست رو کوتاه میکنه. هرچی انسان آگاه تر میشه، ترفندهای شیطان چی میشه؟ باید کاراییش کمتر بشه. دیروز فریب میخوردیم، امروز دیگه اگه فریب بخوریم دیگه از انسان با آگاهی امروز بسیار بعیده که در این قرن با این اطلاعات انسان ترفند ساده مثل این مسئله رو در واقع از شبکه منفی یا شیطان چیکار کنه؟ روش بشه، پیاده بشه. واقعا خفت و خاری داره برای اونهایی که به اصطلاح اسیر این ماجراهای، حالا از اون غرور اولی و بعد و بعد و بعد و بعد و اینها رو به اصطلاح بشن. درست شد؟ یک ارتباطی میخوایم برقرار بکنیم، از سوالاتتون یادتون نره، کماکان ادامه پیدا میکنه. گذشته گذشته، زندگی این لحظه است و این لحظه به اصطلاح آخرین صورت وضعیت حسابه. آخرین صورت وضعیت من سراغ من ببینن که مندونلو هست یا نیست. نیست. گذشته آخرین صورت وضعیت، یعنی ببینید این مثال رو داشتیم، یک گفتیم مثالی که بچه‌ای که تا حالا 100 بار صفر گرفته ولی از امروز میگیره 20،
صفر گذشتش دیگه به حساب نمیاد، برای اینکه قرار بوده این باسواد بشه، حالا باسواد شده. البته تو سیستم تفکری های مختلف، مثلا تو آموزش پرورش میگن نه اون صفر سورس اول و سورس دوم و سورس سوم باید با هم جمع بشه، ولی تو سیستم فکری ما میگیم سورس اول صفر بوده، سورس دوم صفر بوده، الان داره میگیره 20، تموم شد. این با این بچه باسواد شد. خب بله سیاه تبدیل به حسنات و برام میشه میشه. خب اما مثلا سیستم آموزش پرورش طرف دیگه باید به چیز گذشته بسوزه، و بلد نبوده صفر گرفت، اما امروز با سواده. آخرین صورت وضعیت از نظر ما به حساب میاد، گذشته گذشته. خب حالا ارتباطی میخوایم بگیریم، ولی این ارتباط این ارتباط یه خورده شرایطش خاص هست و لازم میشه که یه خورده نور رو بیاریم پایین، البته نه چندان، ولی من توضیح بدم که شما پیرامون خودتون جریانی رو وجود داره. این جریان البته در منزل دنبال بکنید خیلی بهتره، فعلا اینجام استاد میخوره چی میشه، ولی منزل نور رو کم بکنید، یعنی نیمه تاریک باشه مخصوص بار اول، جریانات پیرامون خودتون رو خب مخصوصا در این فاصله، در این فاصله جریاناتی که پیرامون شما وجود داره این جریان رو به اصطلاح نظاره بکنید، این جریان رو دریافت بکنید. حالا مواقع دیگه ایستاده نشسته در حین مثلا نماز در غیره، منتها اولش میتونید همجوری مجرد هم دنبال بکنید، بعد وقتی که حالا توی موضوع صلات اینو و نماز دنبال میکنید این جریان رو حواستون فعلا بهش باشه. یه جریانی است که تقریبا در این محدوده خب و در تمام جهات وجود داره. خب چی رو؟ با چشم بازه ها، این با چشم بازه، دقت میکنید با چشم باز عملا این جریان رو به اصطلاح میتونید مشاهده بکنید. خب فقط توی وقتی نور زیاد باشه ممکنه این جریان رو با نور زیاد، یه خورده نور کمتر باشه، نه تاریک باشه، نیمه تاریک، خب نیمه تاریک باشه، اون سالتون یادتون نره. بله بده. خب جان اسمش مهم نیست، شما فقط ارتباط رو داشته باشین. این و این حالا شما ارتباط برقرار بکنین، اسم براش ببینید جریانی است که توی این محدوده دقیقاً. ببینید دستتون اینطوری کنین، دستتون رو با چیز کنین، تقریبا توی این محدوده، خب توی این محدوده، حالا اگر خب گفتین در این محدوده است لازم نیست دستو، خب همین تقریبا این جاها رو زیر نظر بگیرید. خب یعنی باید چشم رو بتونید در این فاصله نگه دارین. یک جریان شیری رنگ، خوب توجه بفرمایید، بخار ماننده. احسن احسن، بله بله خیلی خوب. خب ببینید خیلی آسونه این چیز، اجازه بدین، این فقط یک چیز داره، بخاره، بخاره رو داشتیم میدیدیم، توجه بکنید این هیچ چیزی، این فقط باید چشم ما بتونیم تو این فاصله نگه داریم، وقتی دورتر یا نزدیکتر تو این فاصله چشم رو که نگه می‌داریم این جریان بخار مانند رو. خب الان جان مثل شیشه، احسن، حالا مثل شیشه و مثل یه جریان، خب درستی یا نه؟ خب بله بله. حالا فقط یه خورده توی این مسئله که چشم توی این فاصله نگه دارین اینه که دورتون هست رو مشاهده میکنین و حالا به اصطلاح در حین
نماز و نمیدونم این یا به هر حال هر نوع چیزی که داریم توجه کنیم که این قضیه به چه صورتهایی در میاد بیرون و چه ماجراهایی پیدا میکنه. خب این هم جزء تحقیق قرار داده، هنوز ما نتیجه تحقیقات گذشته شما رو نشد داشته باشیم، فقط گفتیم کیا نزدیک شدن به این مسئله و به این ماجرا. خب به دنبال این قضیه چیزهای ایجاد میشه، ماجراهایی که در اون قرار میگیریم. البته من میخوام بیشتر اول تجربه کنیم بعدا راجبش صحبت بکنیم. خب اینم از این قضیه. جان نه نه حوزه پولاریتی نیست، حالا انجام میدیم تو این رابطه ای که در فلسفه مناسک یا فلسفه نمیدونم حالا این چیزای که در عبادات هست میخوام یه چیز بگیم، در اون چیزهایی به جریان میفته، چیزای جریان داره که الان اینجا حالا اینم استارتم پورت شما روی اینم کار بکنید بعد ببینیم که چه حالتهایی بوده، چطوری بود، چی بوده. چند تا از دوستان در این حال گستردگی چیزای دیگر رو تو همین ارتباط متوجه شدن. خب اینا هست، من عرض کردم انتهای قضیه با همه جنبندی هایی میکنیم. همه هم هدفم در واقع هدف این ماجرا هم اینه که بگیم بابا یه چیزی توی این قضایا قرار دریافت بشه و سلام. حالا به یک انواعی از حالا میدونم به یک طرقی داریم به این مسئله نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه. دو جلسه قبل راجع به تشعشع شعوری مثبت که با نیت و بینیت صحبت کردیم که هر حرکتی هر ذره ای تشعشع خودش رو داره. بله. و چون یک نیتی روش سواره، من حالا نمیدونم آیا درست دارم میگم اینو، اون نیتی که روی اون ذره به هر شکلی که میخواد باشه سواره، همه چیز رو تحت تأثیر قرار میده. این درسته برداشته من از حرف شما؟ به عبارتی بله. حالا میخوام ببینم اگر حالا به قولی تو بحث موسیقی یا هر چیزی یا یک کتاب یا یک وسیله خوردنی یا هر وسیله دیگه، آیا این یک شعوری سرش سوار شده با یک نیتی که اون یک فرد این حرکت رو کرد، پس با این حساب باید اثرش رو همه آدم ها یک جور باشه وقتی که اون شخص یک شعوری روی یک موزیک پیاده کرده، من و شما و هر شخص دیگری که گوش کنیم باید تحت تأثیر شعوری که حالا اون شخص با نیت روش سوار کرده قرار بگیریم؟ بله، حالا توضیح میدم خدمتتون. حالا ببخشید ممکنه اصلا به بحث امروز نه اتفاقا مربوط میشه نباشه. اتفاقا به نوعی مربوط میشه چون از بحثای خود همین دوره در واقع گرفته شد. توجه بفرمایید که تأثیر شعوری روی افراد بستگی به فاکتورهای بسیار متعددی داره. یه نفر ممکنه به اصطلاح مدام هم موسیقی با ضد شعور منفی رو داشته باشه، گوش بده اصلا هیچیش نشه. توجه فرمودین؟ یه نفر هم ممکنه 4 بار گوش بده فوراً اثرات دستوری ظاهر بشه. خب دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید که در یک کنسرت مثلا به اصطلاح یک گروه شیطان پرست مثلا عده شرکت میکنن، بعد یه عده بلافاصله بعد از خودکشی میکنن یا دست به خودکشی دست جمعی میزنن، ولی یک کسی هم مثلا تأثیری نگرفته. فاکتورهای متعددی در این قضیه وجود داره. مثلا ویروس آنفولانزا میاد، همه آیا همه باید از دم بیفتن؟ نه نمیفتن. اپیدمی میاد مثلا تا اون آبله و با فلان بسار، آیا باید همه بیفتن؟ نه میان همه آلوده شدن یه عده میمونن. حالا اکثریت آلوده هر کدوم از اینها مسائل خاص خودشو داره. خب چیزهایی رو داره که بعضی ها سریعتر دستور رو اونجا میتونه کارساز بشه و عملی بشه و پیاده بشه، بعضی ها دیرتر و کمتر. مثلا فرض کنید مثل تشعشع دفاعی میدی یه عده زود یه عده سماجت، مثل تاثیر آنتی بیوتیک رو میکروارگانیسم که میکروارگانیسم‌های مشابه عین هم در مقابل آنتی بیوتیک
واکنش‌های مختلف نشون میدن. خب واکنش‌های مختلف نشون میدن در حالی که قاعدتاً همه‌شون باید در مقابل یه آنتی‌بیوتیک واکنش مساوی نشون بدن. اما یک ماجراهایی هست که بستگی به پیچیدگی‌های خلقت داره. پیچیدگی‌های وجودی ما، ساختارهای ما، نه اینه که به اصطلاح اون هست، اما ما در وهله اون قضیه داره میاد، اثر کردنش به ما و نکردنش یه فاکتوری داره. مثل مثلا شما فرادرمانی کار میکنید، از 100% عده در تاثیر میگیرن، یه عده تاثیر نمیگیرن. این قاعده عدم قطعیت کلیست، قانون عدم قطعیت کلیست. ما هر دو سمتش رو نگاه میکنیم. یه بار اینه که اصلا ما باید زده ضربه بشیم، یه بار اینه که به اصطلاح فرض کنید آیا ما باید در هر آزمایشی خودمون رو بندازیم. مثلا فرض کنید که خب میگیم که ما میپریم مثلا جایی که باید 500 متر شنا کنیم، از دوال خارج نیست، یا مقاومتش رو داریم میتونیم، یا نه وسط را میمونیم و به اصطلاح خفه میشیم. حتما و الزاما نباید ما بیم دست به این آزمایش بزنیم. بحث اینجاست که دو تا کار میکنیم. یکی بحث به اصطلاح شناخت شعور، زد شعور، کجا میتونیم از اون وقت جلوشو بگیریم، کجا میتونیم از این بر. یعنی این از اون ماجراییست که نسبت به هر دوتاش ما اطلاعات کسب میکنیم و کار لازمه رو انجام میدیم. نمیدونم منظورم متوجه شدین یا نه. خب یک بار اصلا ما نمیدونیم شعور و ضد شعور هست، میگیم خب آقا از دو حال خارج نیست، یا ما ضد ضربه ایم یا ضد ضربه نیستیم دیگه، میریم الالله جلو. خب حالا اگه با ضد ضربه بودیم که وارد نمیشه، ضد ضربه هم نبودیم وارد میشه اثر میزد. چرا باید این ریسکو بکنیم وقتی جایی که میتونیم میدان مین رو شناسایی بکنیم؟ خب و بعد توی این میدان مین چجوری بریم جلو؟ چرا باید بیم سرمونو بندازیم پایین یخلی بریم جلو؟ شما نمیدونید، اگه میدونستید که مسئله حل بود، که میگفتید که من رو این تنم ضد ضربه هم، هر جایی میگه من برم تو هر میدان مینی که میگید من برم. خب اما مسئله اینجاست که من نمیدونم، ایشون نمیدونه، هیچکی نمیدونه که چقدر ضربه ناپذیره. حفاظ ما چیه اینجا؟ چی؟ حفاظ ما چیه اینجا؟ حفاظ اینه که نریم الان. اجازه بدین، الان تو مرحله این قضیه شناخت هستیم، آب از سرمون گذشته، یعنی اون چیزی که میخواسته بشه نشده، نشه شده، همه این کارا شده. فعلا اومده میگیم که آقا اصلا مسئله چی هست. یعنی این از اون ماجراییست که آب از سرمون گذشته، طرحی و صحبتی که ما میکنیم برای خودمون نیست، برای نسل بعدیست. خب و ما آب از درمون گذشته، و اما حالا در حاشیه هم یه چیزایی رو در واقع داره میای متوجه میشیم که اینطور هست، اونجور هست، فلان هست، بمان هست. داشتن شناخت راجع به این موضوع برای ما ضرری نداره، و اگر از 100 نفرمون به 10 نفرمون کمک بکنه، حتی به 1 نفر کمک بکنه، باز مثبته. تا ما این طراحی و این ماجراها رو بیایم جلو، نه برای خودمون، ما ها مهره های سوخته هستیم، بلکه برای نسل بعدی بتونیم از پایه و ریشه یک کاری انجام بدیم و یک چی میگن؟ دانش مدونی رو، یک اطلاعات مدونی رو در اختیار اونها قرار بدیم، بگیم ما سوختیم شماها نسوزید. خب این در واقع ما زیاد برای خودمون دست و پا نمیزنیم. یک بار هست که ما میام و انیکاد الذین رو میکنیمش یک نماد، و این نماد میشه یه تابلو. خب یک و بعدم به دیگه بعد از این مدت تو چشم ما میشه نماد. حالا خیلی از این نمادها داریم، این نه. ولی وقتی که از ظاهر این قضیه به باطن میریم، طبق اون در قاعده کلیمون، آره به چیزایی میرسیم. در مورد اون آب بدن یه توضیح من بدم خدمتتون که شعور این مجموعه، توجه میکنید، شعور این مجموعه تابع مدیر
مدیریت، یعنی باید مدیریت بیاد این ترتیب این برنامه چیزو بده. این نیست که ما الان 70% 70% آب مثلا بدن اون آبه، اینو بدیم بعد خب همه آب چی بشه اینا، بعد تازه آب با سلول دوباره فرق میکنه. خب آب دوباره با سلول فرق میکنه. اما اصولا از نظر ما حالا در رابطه با درمان توی همین دوره بحثی داریم، یه بحث مکملی داریم، البته به شرط اینکه بازم محرمانه در همین کلاس بمونه، فقط برای اطلاع، برای بازی های دیگری نیست. خب یه بحث به اصطلاح تکمیلی در باب درمان داریم که اینم جهت اطلاع و حالا یه تستای بکنیم، همین فقط جهت اطلاع. بعد ماجرا اینجاست که این پروسه درمان حتما باید از نظر مدیریت بدن و سلول بگذره، توجه میکنید؟ یعنی تحت نظارت اون باید برسه. در این زمینه موفق نخواهند بود. خب در این زمینه تا الان هم من نمیدونم، من فکر نمیکنم، اطلاعی هم ندارم، ولی فکر نمیکنم چون با به اصطلاح اصول ما همخوانی اینجا نداره که یعنی بحث کنه که به یه بدن بگی که مثلا به یه بدن بگی دوستت دارم، خب 70% آب بدن اینا طبق اون قضیه باید چیز بشه، باید درست بشه. این تئوری رو دادن و سر و صدا زیادی کرده ولی موفق نخواهد بود، چون اینجوری میشه سریع ما یه حرف بزنیم یا طرف رو کج موزش کنیم یا طرف رو چیکار کنیم، از من صاف و صوفش کنیم. بنابراین باید مدیریت بدن رو بشناسیم، مدیریت توزیع شعور سلولی رو ما باید بشناسیم، اونم از دوره یک. خب این کار رو کردیم. بعد بحث اینجا که ما وقتی که میایم روی یک مثلا کاسه آشی شلو زرد چیزی به قولی فرمان شما می نویسیم، اون نوشته نیست، اون نوشته حالا تو این آزمایش هم که کردن بحث تأثیر شعوری است، توجه میکنید؟ بحث تأثیر شعوری است. اینه که می نویسه اون نوشته یه چیزه، شعور خودش یه چیزه. ممکنه شعور مندونلا رو بیاره روی این و هر کی بخوره خوردن همانا. خب ممکنه، خب کسی که این کار رو میکنه اون خیلی مهمه. هر کسی نباید این دارچین رو دستش بگیره برداره بنویسه و این مسئله بازی نیست. خب اگر از اون دید شما نگاه کنیم، باید یک نفر کاملا از یک روز قبل در حالت حالا دعا، حالت ایزوله، حالا حالت ایزوله رو تعریف میکنه، یعنی حالتی که هیچ تشعشع منفی نگرفته باشه، نه در حال نوشتن و بعد غیبت و بلان و بعد تازه تا اونی که میرسه. خب یعنی در واقع شما میدونید که اثر خوبی نیست، یعنی خوردن میخورم بعد سنگی میشم بعد چی میشم بعد نمیدونم. پایه درسته، مثلا در مراسم عشاء ربانی، توجه میکنید؟ در مراسم عشاء ربانی خب میان از یعنی اصول از چند روز قبل چند نفر کشیش دوره در برای کاسه حالا شراب اونجا نون و شراب سمبول مثل نون نمک ماست. خب مثل نون نمک ماست در واقع، حالا در اون عده که بوده این سمبوله، میان روی این دعا 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 و یه ماجرایی درست میکنن که در واقع همون قضیه است. مثلا تعمید، قصد تعمیده که یحیی، چرا یحیی تعمید دهنده شد؟ خب چرا مثلا بقیه نشودن؟ خب مثلا عیسی مسیح تعمید روح رو چیز کرد، یحیی غسل تعمید و بقیه ماجرای دیگه، اینا چرا؟ خب تمام اینها پایه و اساس درسته، پایه و اساس درسته. تو همین بحث سفره‌های خودمون هم راجبش صحبت کردیم که سفره‌های خودمون همینه که شما میفرمایید، منتها اصل کلی چیه؟ اصل کلی اینه که هر کسی سر این سفره نباید را پیدا کنه، کسی باید بیاد جمع و جور باشه، نه حالا بحث اینه که نمیدونم یعنی اینجا که اومد دیگه بحث نمیدونم همه چیزش باید
منطبق با اون اصول کلی قضیه باشه، نه اینکه مثلا حالا با هم بغل دستیش داره نمیدونم چی میگه، حرف پرت و پلا میزنه، جیم میکنه، به اون نگاه تنگ نظرانه میکنه. معمولا ما شنیدیم که اینجوریه، ما رو که را نمیدن که متاسفانه. بعد این چیزا هم که خب خانم ها اختصاصی خودشون کردن، چون خیلی خوب داوینا رو اجرا میکنن، آقایون رو گیر اصلا را نمیدن. بعد حالا آقایون هم که خودشون رو در این حد ندونستن که سفره های مردونه در واقع را بندازن، این مسئله است. و مثلا غذایی که داره درست میشه بالا برای مراسم مختلف مثلا عاشورا غیره، افرادی که دور و بر این غذا میان، افرادی که اصولا دارن این نمیدونم برنج رو پاک میکنن، غذا رو چیکار میکنن، اینها همه باید افرادی باشن که چیز باشن، الان یک محوریت وجودی دارن. اون وقت این غذا اصلا یک ماجرای دیگه پیدا میکنه و خاصیت شفا بخشی داره. خاصیت چند تا از دوستان سال قبل که مجلس داشتن اینا این چیزها رو آزمایش کردن، که از دوستان حالا در این کلاس تشریف ندارن، گزارش بسیار جالبی برای ما آوردن و همونطور که ما گفته بودیم قبل و هماهنگی کرده بودیم این ماجرا رو دنبال کردن و گزارش خیلی جالبی به اصطلاح برامون آوردن. حالا به هر حال منظور اینه که این مسائل که شما فهمیدید کاملا درسته، پایش هم همون بوده که گفتیم. اما معمولا در طول تاریخ یواش 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 هی مسائل ظاهری و ظاهری و ظاهری و ظاهری میشه، بعد دیگه به این یکاده میشه تابلو، نمیدونم چیه، میشه تابلو، تابلو اون نیست. بعد چشم ما عادت میکنه میگه به این یکاده دیگه، میدونی یواش یواش از اون چیز احترامه میفته. توجه میکنید مثلا یکی از راه های از احترام انداختن همینه. خب مثلا شما میگید که اسم مثلا فرض میدون امام حسین، آقا امام حسین، آقا امام حسین، امام حسین فلان، بعد یواش یواش بعد اینا چی میشن؟ یواش یواش اون چیز وجودی رو از دست میدن، لوس میشه. توجه میکنید آقا میدونم حالا خیابون ولی هست، آقا ولی هست، ولی هست، اینا یواش 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 از اون احترام به زلاغوتو میفته، دیگه بچه بازی میشه. توجه فرمودین؟ و کاربردها یواش یواش کوچه بازاری و کوچه خیابونی و دیگه نمیدونم این حرفا میشه. بنابراین هر چیزی جایی، هر چیزی مکانی، خب این خیلی باید مورد سنجش قرار بگیره. ما یواش یواش میتونیم یه چیزی رو از حیز انتفاع بندازیمش، خیلی آروم و راحت میتونیم مثلا مذهب زدایی بکنیم، میتونیم دین زدایی بکنیم، میتونیم همه چیز رو از نظر بندازیم، ارزش و احترام همه چیز رو میتونیم از بین ببریم، خیلی ساده و راحت. و اینا یه ترفندهایی است که حالا آگاهانه ناآگاهانه ولی ما بهش میان میرسیم و یواش یواش دیگه پلاسبو. ببینید حالا به اصطلاح بحث مکانیزم تلقین پذیری، مکانیزم که به اصطلاح طرف متقاعد بشه، که ذهن متقاعد بشه که اومده یه کاری کرده که این داروه مثلا این کارو میکنه. یه درصدی که تلقین پذیر باشند خب پلاسبو میتونه روشون، حالا اونطور که تحقیقات شده میتونه روشون اثر بذاره. حالا به هر حال بحث بالاخره هیچ چیزی جدا از شعور هم نیست، هر چیزی بالاخره شعور خودشو داره. خب من یه ارتباطی پلاسبو داروی الکی، داروی علکی، حالا میتونه هر چیزی باشه، میتونه قرص باشه، میتونه چی باشه، میتونه آب مقطر باشه، میتونه یه ذره آرد توی یه کپسول چیزی باشه. خب
یک جانم چی رو؟ بله، حالا راجع به بحث این بحث درمان رو بذاریم برای جلسه بعدمون. خب برای جلسه بعدمون میذاریم که وقتمون کامل و کافی باشه. خب اونجا صحبت میکنیم، زیاد چیز نمیفتیم. جلسه بعدمون راجع به درمان از منظر دیگر باز از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم. اما عرض کردم مطالبشو درز ندین، فقط برای اطلاعه. حالا منم میخوام عجله هیچ وقت به موضوع نداشتیم، فقط از یک زاویه دیگری به این بحثی هم که اینجا داشتیم در رابطه با ذهن و این موضوع هم که شما فرمودین ارتباط پیدا میکنه و بحث ذهن اشتراکی، بحث ذهن و اینها ارتباط پیدا میکنه که بعد نیست شما در جریان قرار داشته باشین. اما موضوع کاری که میخوایم انجام بدیم همواره، حالا تا یه ارتباطی هم داریم، این ارتباط هم دوستان به دردشون میخوره الان برقرار میکنیم، موضوع بحث نظر. اصولا توضیح داده بودیم از قبل که ما مایلیم این خاموشه ما مایل هستیم که، یعنی در دنیای عرفان و ما که در واقع در دنیای عرفان وارد شدیم و اصولا علاقمندیم که بُعد کیفی رو در واقع حرکت کنیم، عرفان رو حرکت کنیم. خب و در دنیای عرفان دیدیم که ما چی داریم؟ این پله عقل، این پله عشق، اینجا فن و تکنیک و اینجا نظر رو داریم. صاحب نظر، نظربازی. خب حالا اینها چطوری حاصل می شدن؟ از طریق اتصال، یعنی کسی که متصله اتصال پیدا میکنه صاحب نظر میشه، قادر به نظربازی میشه. خب پس ما به اتصال نیاز داریم و این اتصال وقتی ایجاد میشه، حالا یک مسائل دیگه به وجود میاد که در ذهن بی ذهنی به یه شکلی برخورد کردیم که ذهن بی ذهنی قراره که قرار ذهن بی ذهنی یه جوری به یه شکلی در لحظه ای از تضاد جدا شده، وابسته به زمان نیست، وابسته به مکان نیست. زمانی که زمان به سمت صفر میل میکنه، وابستگی به مکان به سمت صفر میل میکنه، تضاد به سمت صفر میل میکنه، غایت نظر رو ما داریم. خب غایت نظر جایی، ببینید نظر رو اگه یادتون باشه تا اینجا ما تعریف دقیقی براش نکردیم. چرا تعریف چیزی روش نداشتیم؟ به خاطر اینی که نظر اصولا تعریفش مشکله، ادراکیست. نظر چیه؟ ادراکیست، یعنی باید درکش کنیم، نمیتونیم تعریفش کنیم. اما حالا یه زور میزنیم اینجا بلکه چیکار کنیم یه جورایی بتونیم تعریف کنیم. حتی میگم زور میزنیم چون مسئله ادراکی رو هیچ وقت نمیشه تعریف کرد. ذهن بی ذهنی رو پشت سر گذاشتیم. ذهن بی ذهنی ما رو هدایت کرد به یه سمتی که ما در یه جایی بتونیم
خب وابسته به مکان، زمان، تضاد نباشیم. خب و جایی که زمان به سمت صفر میل میکنه، مکان همچنین و تضاد همچنین، این میشه اتصال هست. اتصال باید باشه. خب اتصال باشه، زمان به سمت صفر، مکان به سمت صفر، تضاد به سمت صفر، میشه غایت نظر. خب میشه غایت نظر. نظر رو هم خب ما مثلا دوره یک گفتیم بابا مثلا فرض کنید که یه نگاه بندازین، این میشه نظر. ولی این چی بود؟ این نظر سطح پایین بود. یعنی به عبارتی نظر هم همینطوری میتونه چی باشه؟ ارتقا. خب این نظر میتونه اینجا نگاه کردن بود، اینجا بی ذهنی متصل. خب داره میاد همینجوری به یه چیزایی میرسه که در اینجا زمان به سمت صفره. هرچه نظر کوتاه‌تره براتره. خب هرچه نظر یعنی گوشه چشم، گوشه چشمو که نمیتونیم تعریفش کنیم. ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. این گوشه چشم، گوشه چشمی این چیه؟ هرچه زمانش کوتاه‌تره براتره. خب هرچه به مکان وابسته نیستیم براتره، هرچه تضاد ما کمتره در اون لحظه این براتره، کوتاه‌تره. دقت فرمودین؟ مثلا در هومیوپاتی وقت یک هرچه میزان اون شعور هم که به کار میره کمتره یا رقتش بیشتره، پتانسیش میگن چیه؟ بیشتره. خب اینجا همون جوریه. هرچه زمان مکس ما مکان چی کوتاه‌تره، این به اصطلاح براتره. هرچه زمان بهش میخوره، حالا مثلا بعض یا مثلا خب فرض کنید که از همین دوستان مجموعه خودمون مثلا میگه که یه ارتباطی به من بده. خب اینو که گفتیم مثلا میگه خب برو برو، یعنی اینکه چند هزارم ثانیه قبل اصلا انجام شد. خب میگه چی؟ بعد میره میگه که خب بچه رو نمیاین، یعنی نمیاین که مثلا. حالا شما هر چی این زمان رو از نظر او طولانی ترش کنید، او چی میشه؟ اقناع‌تر میشه. خب ما با یه مونده به خاطر دل او این کار رو میکنیم. حتی یک مانون پایی هم میپریم هوا، میپریم پایین بلان و فهمان و خلاصه مثلا انجام میدیم. خب و خیلی کارهای دیگه که در واقع به خاطر دل دیگرانه. اما وقتی میایم تو تعریف نظر، نظر هر چی کوتاه‌تر باشه اونوری تره. هر چی به زمان و مکان میخوره اینوری میشه. ببینید این یه خورده مشکله و یکی از مشکلترین بحث ها در موضوع عرفان از نظر ما، البته چون جایی نظر به اون صورت من که اطلاع ندارم، در اگه دوستان به تعریفی برخورد کردن حتما برامون بیارن. ببینید هر چه اینجا نظر، من اینجا نظر به مکان و زمان و تضاد نزدیک میشه به اینوری میاد. هر چه از زمان و مکان و تضاد به اصطلاح دورتر میشه اینورتر میاد. توجه فرمودین؟ خب هر چه به دنیای عشق نزدیکتر میشیم از زمان دورتر میشیم، از مکان دورتر میشیم، از تضاد دورتر میشیم. دقت فرمودین؟
و خود پدیده عشق مستلزم زمان نیست. یعنی عشق آمدنی بود نه آموختنی. وقتی میاد در صفر ثانیه، خب در صفر ثانیه میاد. خب اینا از خصوصیات این دوتا بخش هست. درست شد؟ چیانم؟ مکان یعنی ما در یه لحظه مثلا بعضی ها فکر میکنن توی این مکان بهتره، تو اون مکان بهتره، اینجا خوب نیست، اونجا نمیدونم چیه، ذهنشون درگیره، خب درگیر یک به اصطلاح محفوظاتی است که مثلا فکر میکنن تو اون مکان خوبه، تو این مکان فلانه، تو این مکان بمانه. به طور کلی هر چه ما این قضیه رو زمان رو ازش میگیریم قدرتمندتر میشه. خب جانم اصلا زمان پیدا نمیکنه، تضادم در واقع هیچی مجال پیدا نمیکنه. خب این خیلی خیلی تعریفش و ادراکش اونها مشکله. فقط باید تجربه بکنیم، فقط باید بریم چیکار کنیم، توی بحث تجربه قرار بگیریم تا ببینیم که ماجرا چگونه است. حالا بنابراین مسئله ما چیه؟ مسئله ما پیشرفت در دنیای عرفانه. یکی از مسائلی که به طور عجیبی باید ما روش کار بکنیم، مخصوصا از حالا به بعد، تا حالا جدی نبود، ما هم زیاد چیزی روش نداشتیم. اگه یادتون باشه تا حالا اصلا هم گفتیم که تکون بدید، نگاه کنید و نظر کنید و یعنی نگاه کنید و یعنی از ذهن بگذرونید. اما خب از حالا به بعد دیگه لازمه که ما صاحب نظر بشیم، به معنای واقعی بهش نزدیک بشیم. و خلاصه کلام، چون خیلی چیزها رو وقتی میخوام بیایم تعریف بکنیم از نقطه نظر ما، اون وقت تو عرفان به نظر ارتباط پیدا کنیم، مثل حالا مثلا بحث آرزو، مثل نمیدونم چی، بحث هایی که امروز در دنیا زیاد هست، نمیدونم بحث نمیدونم راز و این چیزایی که امروز در دنیا زیاد دارن روش کار میکنن و اونها میگن که باید بند کنیم. خب باید بند بکنیم و بچسبیمشون، تخیلش کنیم، تصورش کنیم، فلان کنیم، بمان کنیم. حالا در مقابل بحث نظر که حالا اینو انشالله با سر فرصت جداگان بحث میکنیم، یعنی با هر جایی که میریم سر میایم به کیفیت میرسیم، کیفیت با نظر سر و کار داره. یعنی عاملی که میخواد اینو پیاده کنه به چی و بسی داره؟ نظر. فن و تکنیک دیگه نداره، اینجا نداریم که. بنابراین لازمه که ما صاحب نظر بشیم و الان دیگه نظربازی رو دیگه به خوبی تا هم برای خودمون هم بعدها که میخوایم برای دیگران در واقع موضوع رو باز کنیم یه جوری تونسته باشیم بهش نزدیک بشیم. یک ارتباطی رو برقرار میکنیم. البته ما یک مجموع ارتباطاتی داریم که در این مجموع ارتباطات توی این چرخه و حلقه انالله و انا الیه راجعون، خب در از این منطقه تا اینجا، یعنی از جهنم و این مراحل رو، مخصوصا دو تا نقطه اینجا و اینجا رو، حالا فیما بینش هم پیش میاد، در ارتباطی قرار میگیریم. یکی از این ارتباطات قرار گرفتن در لا تزادی است، یه ارتباط قرار گرفتن در جهنمه. خب و بقیه این ماجراها به واسطه اینی که ادراکی از این ماجرا پیش بیاد. خب مثلا ما وقتی که الان میگیم که چرا، چگونه، چطور، بلام دو، چقدر سوال داریم، چقدر تضاد داریم، خب این مال اینجاست. هر چی میریم جلوتر، توجه میکنید، ماجراها عوض میشه. مثلا اینها مسائل ماست، مسائلی که حالا اینجا با ذهن ما مطرحه، ولی با یه ذهن دیگه اصلا این سوالات مطرح
نیست. مثلا اگر یک کسی در لا تضادی قرار بگیره، هر چی زور بزنه هیچ تضادی نمیتونه بیافرینه، هیچ تضادی. چرا؟ چون در اونجا نه عدالت معنی میده نه ظلم معنی میده، نه این معنی میده نه اون معنی میده، نه اون معنی میده نه این معنی میده. توجه برامون منظور چیه؟ خب ولی الان همش میگیم چطور چگونه اونجا چطور شده، اینجا چی میشه، اونجا فلان میشه، بمان میشه. مثل یه بچه میمونه که هنوز نیومده تو زندگی، خیلی سوالات رو مطرح میکنه، ولی وقتی اون خودش تو ماجرا بعدا قرار گرفت، میبینه که اصلا لازم به این همه سوالات چیز نبوده. مثلا یه کسی یه فیلم رو ندیده، همش میگه اونجا اینجا چی میشه، اینجا چی شد، اونجا چی فلان میشه، ولی وقتی خودش فیلمو دید دیگه نیاز به طرح این همه سوال نیست. خب مثلا اینکه سیب تا حالا نخورده، حالا یه میوه، یک میوه، به صورت وقتی گاز زد دیگه نمیگه سیب چه مزه‌ایه، چه مزه‌ایه، چه مزه‌ایه. تا زمانی که گاز نزده همش میگه چه این چه مزه‌ایه، چه مزه‌ایه، چه جوریه، فلان، درسته یا نه؟ خب ما البته ارتباط زیاد داریم. من الان تو این الان فکر میکنم که حالا با توجه به سوالات و مجموع اینها این ارتباط رو به اصطلاح انتخاب کردیم، قرار گرفتن در لا تضادی. یه لحظه چشا رو ببندیم ببینیم که چی میشه. ما راهی نداریم جز اینه که به سمت ادراک این مسئله بیاد. وقتی ادراکش بکنیم اصولا دیگه سوالمون، سوالاتمون در واقع خیلی هاش برطرف میشه. بنابراین یه جایی رو به نحوی توی این ادراکات و اینا پیش میاد، شاید در واقع خیلی از عرفا هم اونو شاید نه قطعا، اونه که از عدم و نمیدونم هیچ و نیستی و اینا به زبان‌های مختلفی در واقع صحبت کردن، در واقع همین رؤیت‌ها رو داشتن. مثلا من شنیدم که حالا یکی از دوستان میگفت که نوشته از بودا اینه که من رفتم به جایی که رسیدم، به جایی که هیچ بود. خب حالا البته ما بازم نمیدونیم که اون هیچ کدوم هیچه، ولی یه هیچی ما داریم که اینجا چیزیست که قابل تعریف نیست، نه مکان، نه زمان، نه تضاد، هیچی در اون قابل تعریف نیست. خب و در اونجا همه چیز در واقع میبینیم که حل شده است، یعنی اصولا طرح سوال نمیتونیم در همچون جایی داشته باشیم و همچون چیزی داشته باشیم و فهم اونجا زبان خاص خودشون دیگه، ما نمیدونیم چه زبانی میخواد، فقط از به زبان ما برمیخوریم به لا تضادی، یعنی هیچ تضاد که نباشه از نظر ما. البته با سواد ما فراموش نکنیم، با سواد ما اگه تضاد رو بگیرن، یعنی روز و شب و خیر و شر و خوبی و بدی و اینا رو بگیرن، ما اونجا به هیچ رسیدیم. ولی به طور کلی عوالم مختلف، خب عوالم مختلف رو در نظر داشته باشیم. حالا انشالله سر فرصت راجع به عوالم مختلف، تا زوده یه خورده باید بریم جلو و بحث احسن الخالقین ما خودش یک ماجرای مفصلی داره. خب اینو فقط حالا دوستان روش میتونن، خب روش حالا یه خورده تحقیق بکنن تا سر فرصت ما هم اینجا روش بتونیم به هر حال اظهار نظری داشته باشیم. یک موضوع دیگه حالا تو همین رابطه وقتی مثلا میایم تو این عالم، این عالمی است که بعد داره، ابعاد داره. یعنی وقتی اومدیم تو قانون اینجا به چی برمیخوریم؟ ابعاد. آیا او ابعاد پذیره؟ هم حضور داره، خب هم حضور داره از طریق چیز، هم در واقع در عالم ما، خب چون عالم ما ابعاد داره، امروز، دیروز،
نمیتونیم بگیم خدای امروز، خدای دیروز، خدای فردا. توجه فرمودین؟ پس در واقع حضورش با تجلی است، از طریق تجلی است. هم هست اینی معکم اینما کنتم، هم به عبارتی بود پذیر نیست و از طریق تجلیات حضور هست. خب اینم یه بحث بسیار مشکل و ادراکی و پیچیده. خب بنابراین دوباره در یه جای دیگه یادتونه تا حالا چند بار تصور ما و تصویر ما از خدا هی به هم ریخته؟ خب مثلا در دور دو یه جوری، در ذهن بی ذهنی یه جوری، بعد اینجا اگه وارد این مسائل بشیم دوباره یه جور دیگه، و اینها یواش 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 جایگاه او رو دقیق 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 تر میکن و ما رو از تصورات ذهنی خودمون هی جدا 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 تر میکن و لذا ما رو به اون چیزی که باید باشه لحظه به لحظه میره نزدیک 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 و نزدیکتر بکنه. خب حالا اینم آمادگیشو یه جورایی داشته باشیم تا اون موقع میتونیم راجبش خورده تحقیق بکنیم چی داشته باشیم و خلاصه ببینیم که مسئله چیه. ما همه رو به خدا میسپاریم و تا جلسات بعدمون. دوستان این ارتباطات رو میتونن ادامه بدن. همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظتون.